درود به شما همراهان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشید. با لایک و کامنت ما رو دلگرم کنید تا این مسیر رو با شما ادامه بدیم. یک مسئول در ایران. 400 آدم دو وجبی در ایران زندگی می کنند. فرهنگ عامه دنیا پر است از افسانه های موجوداتی که به لحاظ شکلی متفاوت از انسان ها بوده اند و در زبان عامیانه به آدم کوچولوها شناخته می شدند. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فرهنگ عامه دنیا پر است از افسانه های موجوداتی که به لحاظ شکلی متفاوت از انسان ها بوده اند و در زبان عامیانه به آنها آدم کوچولو گفته می شود. داستان معروف سرزمین لیلیپوت که بیشتر با عنوان افسانه و داستان شناخته میشه، روایت ترس آدم کوتوله‌هایی رو نشون میده که به دلیل احساس خطر با افراد به ظاهر عادی مثل گالیور به دفاع از خود برخاستند. شاید آن روز ما این داستان رو جز افسانه تعریف نکردیم، اما امروز واقعیت و اسناد نشون میده که با اندکی اختلاف همچین روایتگری هایی چندان هم دور از واقعیت نخواهد بود. بعد از شنیدن شایعاتی چون رؤیت موجودات 30 تا 60 سانتی در شهرهایی چون ایلام، سوادکوه مازندران و خراسان، کشف سرزمین هایی همچون ماخونیک با ظاهری کاملا متفاوت به عنوان سندی زنده از حیات لیلیپوتی ها، اکنون هم به گفته ی رئیس بنیاد بیماری های نادر ایران، افراد زیر 60 سانتی متر به حدود 400 نفر در کشور رسیدن. چند سال پیش بود که در بین مردم ایلام شایعه شد حین عملیات راهسازی در محور ایلام همیل به کرمانشاه و در منطقه‌ای به نام تنگه غیر دو آدم کوتوله پیدا کردند که یکی از اونها فرار کرده و دیگری اکنون نزد کارگران شرکت راهسازی این محوره. برخی هم می گفتن این آدم کوتوله ها دو نفر بودند که یکیشون حین فرار با پرتاب سنگ توسط یک چوپان جونش گرفته میشه و اون یکی موفق به فرار نشده و چوپان اونو زندگیری میکنه. چندی بعد از اون هم کلیپی دست به دست چرخید که به ظاهر موجودی اندازه یک بند انگشت و دارای موهای بلند رو نشون میداد. البته بیان چنین شایعاتی در زمان احداث متروی تهران هم بارها و بارها شنیده شد. چنانچه برخی می گفتند همواره در طول حفاری و گودبرداری های عمیق پایتخت موجودات عجیب و کوتاهی مشاهده شده که به محض رؤیت فرار کردند. بعد از جدی شدن بحث های اجتماعی در این زمینه و البته سکوت مسئولان در این باره، کارشناسان بحث های مطرح شده رو غیر واقعی و تصاویر رو دستکاری شده با استفاده از فن فتوشاپ توصیف کردند. شهداد، شهر زیرزمینی کرمان، معروف به شهر کوتوله ها. اگرچه وجود آدم کوتوله ها در حد یک افسانه یا شایعه باقی مانده بود، اما چند سال پیش در شرق استان کرمان، در شهر شهداد، شهری تاریخی از زیر خاک بیرون آورده شده که به دلیل ساختار کوچه ها و خانه های اون و همینطور کوچک بودنشون به شهر کوتوله ها شهرت یافته. شهری دارای قدمت 5000 ساله در حاشیه جنوبی کویر لوت که همکنون هم قسمتی از این شهر کهن برای بازدید علاقمندان در معرض دید عموم قرار گرفته شده و اوج شگفتی این شهر در اونه که برای انسانهایی با قد کمتر از 1 متر ساخته شده بود. هرچند تا به حال کسی در این منطقه آدم کوتوله ها رو به چشم خودش ندیده و اطلاعات چندانی از ساکنان این شهر توسط باستانشناسان به دست نیومده، اما وجود شهر کوتوله ها در شهداد وقایع و افسانه های مختلفی رو در پی داشته. نکته قابل توجه در خصوص این شهر نوع معماری عجیب خانه ها و کوچه های اونه، به طوری که دیوارها، سقف، تنور، تاخچه ها و تمام اجزای خانه های آن
برای افرادی ساخته شده که از قامت بسیار کوتاهی برخوردار بودند. به همین دلیل شهر شهداد به شهر کوتوله ها شهرت یافته. هر از چند گاهی هم با کشف اسکلت های بسیار کوچک، شایعه کشف مومیایی یا اسکلت کوتوله های شهداد سر زبون ها میفته که بلافاصله هم از سوی مسئولان تکذیب میشه. مواردی هم که با عکس همراهه یا سکوت میکنن یا اینکه عکس ها به کودکان یا بیماری های خاص آن دوره نسبت داده میشه. جالب اینجاست که به گفته یک باستانشناس در شهر شهداد تمام نمادهای یک تمدن غنی وجود داره. از کشاورزی تا صنعت و ساخت و ساز و گورستان و ساخت وسایل زندگی. اونها معتقدند مردم به یک بار شهر رو ترک کرده و از شهداد رفتن. دلیل این مسئله نامشخصه. نکته جالب این که مردم برای بازگشت به شهر امید داشتند، چون در خونه ها رو با خشت بستن و وسایل خونه و اجناس ارزشمند سر جای خودش نگه داشته شده. بدون شک اونا میخواستند که بعد از مدتی برگردند، اما این امر هیچ وقت روی نداده. حل معمای افسانه شهداد در روستای ماخونیک. نظریه مهاجرت کوتاه مدت اما بی بازگشت مردم کوتاه قد شهداد در حالی مطرح شد که برخی از کارشناسان به کلی در خصوص وجود آدم‌های کوتاه قد تردید دارند. اما اهالی کوتاه قد روستای ماخونیک بیرجند با عنوان نمونه عینی و زنده از مردمانی با قد 1 متری و حد اکثر 130 سانتی، شاید نمونه است که بعد از صدها سال راز و رمز غیب شدن اهالی شهر لیلیپوت‌های کرمان رو بازگشایی کنه. روستای دورافتاده ماخونیک با خانه‌های کوچک که نصفشان زیر زمین قرار دارد، با مردمانی که متوسط قد کوتاهی دارند، یکی از 7 روستای شگفت‌انگیز جهان معرفی شده که بعد از ورود به روستا، قبل از هر چیز خانه‌های کوچک و سپس قد اهالی آن جلب توجه خواهد کرد. مردمان این روستا در شهرستان بیرجند دارای اصلیتی افغانستانی هستند که حدود 3 قرن پیش وارد ایران میشن و از اونجایی که روستا قابل دسترسی نبوده، ازدواج فامیلی در بین اونها رواج پیدا میکنه و همین موضوع باعث میشه تا کوتاهی قد نسل به نسل ادامه پیدا کنه. فعالان میراث فرهنگی با تأکید بر ضرورت‌های مطالعاتی در این باره این فرضیه رو مطرح کردند که احتمال ارتباطی بین این دو تمدن وجود داره و به گفته اونها با توجه به اینکه گفته میشه این تمدن 5000 سال قدمت داره و با شهر کوتوله‌های شهداد هم عصره، دور از انتظار نیست که این دو تمدن با هم در ارتباط بوده باشن. دوستان عزیز، لایک و کامنت یادتون نره. در ضمن اگه مطلبی هست که بهش علاقه دارید، کامنت بگذارید تا ما در اینجا براتون بازگو کنیم. وقت بخیر.